افزایش نبردها در بخش‌های از کشور زمینه را برای سازمانیابی گروه‌های مسلح بیرون از چارچوب نیروهای امنیتی یا ملیشه‌ها فراهم ساخته است. به تازگی محمد اسماعیل رهبر پیشین جهادی از رسیدن جنگ ها به دروازه های هرات هشدار داده است و تاکید کرده است که اگر این تهدیدها به هرات برسند بی اجازه کسی برای سرکوب طالبان دست به کار خواهد شد. ما در شرایط فعلی که جنگ به دروازه شهر ما رسیده است بیشتر دیگه تحمل نمی کنیم. ما به شما برادران عزیز میگیم که مردانه استاد شیم، ندای حق طلبانی آزادی و ندای حفظ این سرزمین به خانه خانه هراتی برسانیم. گزارش های وجود دارند که حکومت برخ از این گروه ها را زیر نام پلیس محلی و یا خیزش مردمی پشتیبانی میکند. بالی کندوز نیز از حضور نیروهای مسلح غیر مسئول در کندوز نگران است. ما یک گروپ 20 نفری را خیلی صلاح کرده بودم، حتی از مرکز سر ما از بسیار جای کلان صدا شده که صلاحی از یه باید پس داده شود. بخش های دیگر کشور نیز از این پدیده رنج میبرند. آینده ها به مثل اینی که با افراد مسلح فعلی می جنگند، در آینده هم با اینا به مشکل مواجه میشن. وزارت امور داخله نیز از فعالیت‌های افراد مسلح غیر مسئول در بخش‌های از کشور نگران به نظر می‌رسد. برنامه ای است که ما در آینده اینا را در چوکات نظام داخل سیستم بسازیم، هم نیروهای خیزش مردمی را و هم پلیس محلی را که اینا قانونمند شوند. باورهای وجود دارند که ناتوانایی نهادهای امنیتی در شکست گروه‌های هراس افغان فرصت به ملیشه‌سازی ایجاد کرده است. در برخ از بخش‌های کشور این تفنگداران به جرم‌های گوناگون نیز متهم هستند و سال‌هاست که بیرون از چارچوب نهادهای امنیتی فعالیت می‌کنند.